بزنین شروع کنیم. دو تا مثال مهم میخوایم حل کنیم. یکیش خیلی ساده است، مسئله که دفعه پیش گفتم، مسئله پیدا کردن حد گذاشتن روی جرم نوترینو ها. بعد یه مسئله خیلی جالب میخوایم حل بکنیم که از همه جنبه هایی که توی نسبت خاص استفاده کردیم میخوایم استفاده کنیم. آخر سر هم یه مروری میکنیم با آنچه که گفتیم تا الان. بعد از روز سه‌شنبه درس رو ادامه میدیم، یعنی میریم روی فرمایز لاگرانژ. خب مسئله چی بود؟ مسئله این بود که اگر توی سال 1987 یه ابرنواختری، گفتم بهتون که منفجر شده بود، جز توی اون مکانیزم هایی که جرمش بیشتر از حد چاندراسخار شده بود و به خاطر انفجار هم توی تمام طول موجها تابش کرده بود و فوتون رسیده بود به زمین، یعنی تلسکوپ های زمینی فوتون رو رصد کرده بودن. و چیزی که جالب بود این بود که آزمایش های زیرزمینی کامیون کانده توی ژاپن نوترینو رو یک ساعت بعدش به دست آورده بود، یعنی یه دلتا تی به دست آورده بودن به اندازه یک ساعت. خب حالا سوال اینه که واقعا نوترینوها جرم دارن یا جرم ندارن. خب از همین مشاهده به نظر میرسه که میشه یک حد گذاشت روی جرم نوترینوها، چون اگه قرار بود اونا بدون جرم باشن با سرعت نور منتشر میشدن و منتشر شدن با سرعت نور به معنی اینه که بدون جرمن. خب اطلاعاتی که از مسئله داریم چیه؟ اگر این کهکشان راه شیریتون باشه، LMC به عنوان یک کهکشان ایرگولار به فاصله تقریبا 50,000 سال نوری از کهکشان راه شیری، جایی که خورشید قرار گرفته، فاصله داره. خب پس این فاصله رو داریم. از طرف دیگه دلتا تی رو که اندازه کردن به اندازه یک ساعته. خب و چیزی که توی آزمایشگاه کامیون کانده به دست آوردن، انرژی کل نوترینوها، یعنی وقتی این انرژی اومدن برخورد کردن به این فوتو مولتیپلایرها، انرژی که داشتن از مرتبه تقریبا 5 مگا الکترون ولت. یعنی این سه تا مشاهده رو دارین، یعنی شما فاصله رو بلدین، فوتون دریافت کردین، بعد به اندازه یک ساعت بعد نوترینو دریافت کردیم و انرژی نوترینویی که دریافت کردیم به اندازه 5 مگا الکترون ولت. حالا سوال اینه که چه قیدی میشه روی جرم نوترینوها گذاشت؟ خب خیلی ساده است. چطور باید مسئله رو نگاه کرد؟ خیلی ساده تر، یعنی دلتای تی رو میخوایم حساب بکنیم. دلتای تی رو بلدیم که هست یک ساعت، درسته؟ از دید ناظری که روی زمین قرار گرفته، چون فاصله لارج مارجینال کلات ها خودمون تغییر نمیکنه، با خیال راحت این فاصله رو دی میذاریم. دی رو تقسیم میکنیم به سرعت نوترینوها. سرعت نوترینوها هست بتا ضرب در سی، که این بتا خیلی نزدیک هست به یک سرعت نور، ولی کوچکتره به خاطر این یک ساعت اختلافی که داریم میبینیم. خب و بعد این رو کم میکنید از دی تقسیم بر سی و این مقدار رو برابر میگیرید با یک ساعتی که داریم. خب این رابطه به دست میاد، دی سیوم در بتا در یک منهای بتا. خب این جمله بزرگتر است از دی سیوم در یک منهای بتا، یعنی یک تقریبه. بتا رو تقریبا یک گرفتم. اگه بتا رو تقریبا یک بگیرم، این عبارت یک ساعت برابر است با دی سیوم در یک منهای بتا. حالا قضیه اینه که بتا رو چطور میخوایم به دست بگیریم. خب اگر این یک سال باشه، بزرگتر است از فاصله هست 55 ضرب در 10 به توان 4 light year، یعنی مسافتی که نور در مدت یک سال داره میپیمایه، یعنی دی رو light year برای اندازه‌گیری فاصله است. پس هست سرعت نور ضرب در زمانی که تو یک سال هست
تقسیم بر سی در یک منهای بتا. خب یک ساعت رو میدونید دیگه، هست 3600 ثانیه. این هم به عنوان یه فیزیکدان میتونید اینو حفظ کنید که یک سال هست پی زد در 10^7 ثانیه، تقریبه دیگه. یک سال هست 10^7 ثانیه، 3 × 10^7 ثانیه. خب اگه این رابطه رو قرار بدم، سی از طرف این ساده میشه، دارین 3600 × 5 × 10^4 × π × 10^7 بعد بزرگتر باشه از 1 منهای بتا. درسته؟ از اینجا میتونیم بتا رو به دست بیارین. بتایی که به دست میاریم بزرگتر است از یک منهای 2 × 3 × 10^-9. یعنی اختلافی که توی بتای نوترینو وجود داره چیزی از مرتبه 10^9. پس بتا 2 اون بزرگتر است از 1 × 4 × 6 × 10^-9. خب اگه بتا 2 رو به دست بیارین، شما میتونید از روی بتا 2 بتونید کمیت مهم گاما رو حساب بکنید که گاماتون هست 1 × -β² / -1/2. درسته؟ خب گامایی رو که به دست میاریم میشه بزرگتر است از 1.5 × 10^4. خب این چه قیدی میذاره روی جرم نوترینو ها؟ پس هیچ کار خاصی انجام ندادیم دیگه. شما یک فاصله فیکس داشتین، فاصله‌ای که بین LMC و SMC دو تا رویداد رو رصد کردیم، یکی رسیدن فوتون‌ها و یکی رسیدن نوترینوها. از اونجا تونستین فاکتور بتا رو بخونین. وقتی که تونستین فاکتور بتا رو بخونین، از روی فاکتور بتا تونستین کمیت گاما رو اندازه‌گیری کنین. حالا چه رابطه بین جرم وجود داره؟ اگر گاما یک سیستم رو یه حد گذاشته باشین روش و انرژی نوترینوها رو گرفته باشین، یعنی انرژی نوترینوهایی که توی آزمایشگاه به دست اومده 5 MeV. ای انرژی کل هست M0 نوترینوها C2 در گاما. درسته؟ پس M0 نو C2 تون یک حد میذارین که این حد برابر است از گاما تقسیم بر ای، که اگر این حد رو اعمال بکنید، یعنی 5 MeV رو بذارین، عددی که به دست میارین هست تقریباً 33 KeV. یعنی حتماً جرم نوترینوهاتون باید کمتر از 33 KeV باشه. جان؟ یوسف چرا این روی گاما باید باشه؟ درسته، چون حد بالا روی گاما گذاشتیم، حد پایین روی گاما گذاشتین، حد بالا روی جرم میشه. خب خیلی جالبه دیگه. شما جرم الکترون ها چقدره؟ 500 KeV. این نشون میده که 0.5 MeV. این نشون میده که نوترینوها با همین آزمایش ساده ای که توی آسمون اتفاق افتاده، حتما یک مرتبه مقداری جرمشون کمتره. حالا سوال بعدی که میشه پرسید اینه که تعداد نوترینوها رو، تعداد نوترینوهایی که تولید میشه توی سوپرنوا رو با مدل‌های تئوری بلدن. یعنی اختر فیزیکدان ها میتونن بگن که اگر یک انرژی خاصی رو ببینن از یه ابرنوع اختر، چه میزان نوترینو تولید شده. چیزی که جالبه، بیشتر از نصف این نوترینوهای تولید شده رو توی آزمایشگاه این کامیون کانده رصد کردن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر نیمه عمر نوترینوها رو داشته باشین و زمان رصد رو، observation رو، بیش از نیمی از نوترینوهایی که توی تئوری پیشنهاد میشه این رو رصد کرده باشین، دیده باشین، یک حد میذارین روی نیمه عمر
نوترینوها، یعنی نیمه عمر نوترینوها حتما کوچکتر است از تی نوه، بزرگتر است از تی ابزرویشنه. چرا؟ چون بیشتر از نصف نوترینوها رو دیدید، یعنی از این طریق میتونید نیمه عمر نوترینوها رو به دست بیارید. خب برای اینکه نیمه عمر نوترینوها رو به دست بیارین چیکار باید انجام بدین؟ یعنی این حد رو به دست بیارین. این مسئله خیلی ساده است. فاصله رو داریم، فقط فاصله ای رو که داریم از دید ناظر زمینیه، درسته؟ پس زمان من رصد رو از دید ناظر زمین چه ربطی دارید با تا؟ هست گاما ضرب در نیمه عمر نوترینوها، درسته؟ یعنی زمانی که شما همیشه میبینید به خاطر اثر نسبیتی اتساع زمان همیشه یک فاکتور گاما بیشتر از نیمه عمره و این حد بالا رو میذارین. خب اگر این رو بذارین به اندازه یک ساعت، شما گاما رو حساب کردین 10^1.5 ضرب در 10^4، از اینجا میتونید نیمه عمر نوترینوها رو به دست بیارین. چی رو؟ خب نیمه عمرشون از یک ساعت بیشتر بوده دیگه، این حد بالا دارین میذارین. نه ببینید، فرض میکنیم ببینید زمان رصد، خب کل این زمان رصدی که داری نگاه میکنید، خب نشون میده که بیشتر از نیمه عمر نوترینو هست. چرا؟ چون بیشتر از نصف نوترینو ها رسیده، پس یه حد بالا میذاره. این عدد دقیق که نیست. خب زمانی که از ستاره اومده، یعنی موقعی تولید شده نوترینو تا موقعی که ما رسیده نیم نصف بوده، درست؟ پس اون زمانی که ما رسیده، خب درست، یعنی دی رو تقسیم بر سی بتا باید بکنه. یعنی فاصله رو باید فاصله دی رو تقسیم بر سی بتا بکنه. من یک ساعت نباید بذارم، یعنی باید بذارم دی تقسیم بر سی بتا، درست؟ خب که دی هست چقدر؟ چی؟ آره دیگه، قابل صرف نظر. دقیقا چیزی از مرتبه یک ساعت میشه، ولی عدد دقیقش دی تقسیم بر سی بتا است. دی رو اگه بذارین 50,000 سال نوری light year، اگر یک سال داشته باشین هم سی داشته باشین، سی بتا، سی ها ساده میشن، بتا رو دارین، سال رو هم دارین که چند ثانیه است و این کمیت گاما رو هم حساب کردین، از روی این میتونین نیمه عمر رو به دست بیارین. نیمه عمر که به دست میارین هست از مرتبه سال، تی نوی رو که به دست میارین از مرتبه سال میشه. خب یعنی یه حد بالا داریم میزنیم. خیلی جالبه. پس یه مشاهده رصدی آزمایشگاهی با دو تا رابطه خیلی ساده میتونه اطلاعات خیلی بنیادی به دست میارین در مورد جرم این ذرات نوترینوها و همچنین در مورد نیمه عمرشون. واضحه دیگه نیمه عمر رو چطور به دست آوردیم. شما مدت زمانی رو که نوترینوها طی میکنن، خب یعنی از دید ناظر زمینی میخوایم به دست بیاریم، فاصله رو تقسیم بر سرعتش رو میکنیم. خب این میشه فاصله ای که از دید ناظر زمینی طی شده و از اونجا میتونید زمان رو به دست بیاریم، فاصله رو تقسیم بر سرعتش رو میکنیم. ولی این زمانی که اندازه گیری کردین از دید ناظریه که نوترینوها رو با سرعت بتا داره میبینه. برای اینکه نیمه عمر رو به دست بیارین بعد برین توی دستگاه سکون نوترینوها بشینین که فاصلهش فقط با یه دونه گاما فرق داره. خب گاما رو از کجا تعیین کرده بودین؟ گاما رو قبلا تعیین کرده بودین از میزان اختلاف زمانی نوترینوها و نور. گاما رو دارین، میتونین نیمه عمر رو به دست بیارین. خب بعد خب این تعریف انرژی دیگه، درسته؟ تعریف انرژی کل سیستم که هم شامل جرم سکون و انرژی جنبشی هست MC2، ولی امتون ام تو هر دستگاه لختی، اگه میخوایم برین توی دستگاه ساکن میشه ام سکون توی دستگاه سکون ضرب در فاکتور گام. اینو به دست آوردیم دیگه. آره ولی الان فاکتور گاما داریم دیگه، این رابطه رو به دست آوردیم، یادتون هست؟ تمام چیزی که شروع کردیم از این رابطه پایستگی تکانه بود، پی میو پی میو که از M2 بر C2.
درسته؟ که این جمله هست پی صفر به توان دو در مومنتوم به توان دو هست ام دو سی دو. پی صفر رو گفتیم ربط داره به چی؟ به انرژی به توان دو تقسیم بر سی دو هست ام دو سی دو برابر پای به توان دو. درسته؟ ای دو هست چی؟ ام دو سی چهار به علاوه پی دو در سی دو. درسته؟ بعد رابطه پی چیه؟ پی هست گاما، درسته؟ در ام صفر در بتا ضرب در سی. درسته؟ پس این رابطه میشه ام دو سی چهار به علاوه گاما به توان دو ام دو، که اینو من اسمشو میذارم ام، درسته؟ چون گاما ام صفر هست، ام دو بتا دو سی چهار. این دوتا رو که با هم جمع میکنین میشه ام دو سی چهار. درسته؟ انرژیتون میشه ام سی دو که امتون هست گاما ام صفر سی دو. درسته؟ پس این نکته مهمی، انرژی کل سیستمتون هست همیشه ام صفر گاما سی دو. همیشه یادتون باشه که کسایی که روی دیوار می نویسن این مساوی ام سی دو اشتباه نمی کنن، اندیس صفر نمی زارن. که برای چیز؟ برای نیمه عمر نوتونا. آها، ببین توی یه مدل تئوری داریم، حالا جای سواله که آیا مدل تئوری درسته یا نه. خب اگر ما بتونیم شدت رو، خب یعنی انرژی فوتون ها بر روی سطح بر روی فرکانس رو اندازه گیری بکنیم، از روش میتونیم بگیم که تعداد چگالی فوتون ها چقدر، یعنی چه تعداد فوتون یا چه تعداد نوترینو به ما رسیده. پس از تئوری رو بلدیم، مثلا میشه 1000 تا نوترینو. بعد توی آزمایشگاه میبینیم که 600 تا نوترینو دیتک کردیم، این معنیش اینه که چیزی بیش از نصفشون دیتک شده. 1000 تا رو مثلا از تئوری درمیاریم که توی تئوری چیزی که به دست میاریم ارتباط بین شدت و تعداد نوترینو. شدت رو توی رصد دیدیم، پس میگیم تعداد نوترینو اینقدر باید باشه. بعد توی آزمایشگاه میبینیم بیش از نصف اینا رسیده. خب بذارین یه مسئله خیلی جالب حل بکنیم که جنبه های متفاوت داره و یه جوره جنبندی تمام مباحثیه که توی سینماتیک و دینامیک انجام بده. این چقدر سوال مهم و بنیادیه و چطور مثلا فقط درس نسبت خاص کمک میکنه که به این سوال جواب بده. بذار این سوالو بپرسم، فکر کنی جواب بدی. اگه بخوایم سرعت حرکت زمین، یعنی سرعت خود منظومه شمسی، خب یا حتی خود کهکشان ما رو توی کیهان پیدا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ به نظر میرسه که به خاطر ساختارهایی که توی کیهان وجود داره، یعنی کهکشانهایی که هستن، خوشهای کهکشانی هستن، کیهان ایستا نیست و مجموعه منظومه شمسی و حتی مجموعه کهکشان رایشی داره با یک سرعتی به یک سمت داره حرکت میکنه. سوال اینه که آیا چطور میتونیم این مقدار سرعت رو به دست بیاریم و جهتش رو به دست بیاریم؟ جان؟ نه، حرکت شتابدار نیست. اصلا حرکت چیز؟ کاملا نسبت خاصی. یعنی فرض کنید به صورت لحظه‌ای الان با صورت وی به یک سمت دنیا داریم حرکت میکنیم. خب آها، این سوال خوبیه، نسبت به چی داریم حرکت میکنیم و چطور میشه این رو به دست آورد؟ ببین یک آزمایش خیلی معروف هست که توی
فصل مقدمه کتاب هست به اسم تابش پس‌زمینه کیهانی که احتمالاً خوندیم. کل ایده اینه که تو 1965 دو تا فیزیکدان پنسیاز و ویلسون این تلسکوپ‌های رادیویی می‌سازن، به نظر میرسه برای مقاصد نظامی، و چیزی که جالبه این که این تلسکوپ‌های رادیویی رو به هر سمتی از آسمون که میچرخونن یک نوفه، یک نویز میگیرن. یعنی مثل اینکه توی همه توی همه جهت‌های کیهان یه سیگنال مشخص وجود داره. خب اینا ناراحت میشن و میرن دستگاه رو پاک میکنن، نمیدونم کابل‌ها رو دوباره چک میکنن، هر کاری میکنن این سیگنال وجود داره، و اینا زنگ میزنن به دانشگاه پرینستون که نزدیکشون بوده، به دیکی زنگ میزنن و میگن که همچین چیزی میبینیم، و اینا بهشون میگن که این دقیقاً همون تابش پس‌زمینه کیهانیه که گاموف قبلا رو پیش بینی کرده بوده، و خودشون دیکی پیبلز داشتن پرینستون ضرب و تقسیم‌ها رو انجام میدادن که قانع بکنن دانشگاه رو که یک تلسکوپ امواج رادیویی بسازه که این رو ببینن، و این دوتا آدمی که هیچ خبری نداشتن این رو دیدن، و جالب این که جایزه نوبل رو به این پنزیاس و ویلسونی دادن که هیچ خبری از مفهوم فیزیکیش نداشتن، داشتن کار دیگه انجام میدادن، این رو دریافت کردن. خب این نشون میده که بعضی موقع میشه نوبل گرفت. ولی قضیه چیه؟ قضیه اینه که فرض کنید چی؟ نه دیگه این نه، شاید حتی فیزیکدان هم بودن اونا، خب ولی کارشون نمیخواستن تابش پس‌زمینه کیهانی چیز بکن. آره دیگه اینقدر راحت نمیشه چیز گرفت، نوبل اینقدر راحت نمیشه گرفت. آره شک نکنید. خب به این قضیه چیه؟ قضیه اینه که به نظر میرسه توی همه جهتهایی که توی کیهان داری نگاه میکنید، خب توی خیلی کمرنگی بذارین از این ماژیک گذاشتن، خب تو هر جهتی که نگاه میکنید به نظر میرسه که یک خب این خیلی ماژیک خوبی، از هر جهتی که دارین نگاه میکنید به نظر میرسه که یه سری فوتونهایی هستن که از هر طرف آسمون به سمت ما دارن میان، و فرض کنید که شما اینجا نشستین کهکشان راه شیریتون و دستگاهتون رو گذاشتین، به هر سمت آسمون که دارین میچرخونین این فوتون‌ها رو دارین می‌بینین، و می‌تونید دمای این فوتون‌ها رو اندازه‌گیری بکنید. دماشون که بهش میگن CMB، تابش پس‌زمینه کیهان، هست 2.72 کلوین که خیلی دمای کمیه. به نظر میسه که کیهان بسیار سرده. چی؟ خب الان توضیح میدم که چیکار میخوام. فرض کنین که فوتونا دارن میان، فوتونا یه فرکانسی دارن، یه طول موجی دارن، میتونین بهش دما نسبت بدین. الان دقیقاً میگم که دقیقاً چه اتفاقی میفته. خب پس مثل اینکه یک دستگاهی وجود داره توی کیهان، یک دستگاه لخت مرجعی وجود داره مثل تابش پس‌زمینه کیهان. چرا؟ چون تو همه جای کیهان که دارین نگاه میکنید همه این فوتونا دارن با انرژی یکسان به سمت ما میان. پس اگه یک دستگاه لختی داشته باشه، این سوالی که دوستمون پرسیدن حرکت ما نسبت به چی؟ میتونیم حرکت ما رو نسبت به این تابش پس‌زمینه کیهان به دست بیاریم، یعنی بتای خودمون رو نسبت به این به دست بیاریم. درسته؟ یعنی با چه سرعتی داریم حرکت میکنیم؟ چرا؟ ای بابا بس نسبت خاص اینقدر حرف زدیم سرعت های نسبی رو. خب خب نه نه توی یه فاصله خاص قرار گرفته، این تقریبا 300 هزار سال بعد از مهبانگ این اتفاقی که داره میفته، زمانیه که فوتون ها به این قضیه چیه؟ قضیه اینه که شما الکترون داشتین، پروتون داشتین و الکترون داشتین. خب قبل از اینکه اتم‌ها شکل بگیرن به خاطر برخوردهای الکترومغناطیس سطح مقطع برخورد اینا بسیار زیاد بوده، خب و این فوتون‌ها نمیتونستن آزاد بشن، مثل نگاه کردن به یه منظره از پشت ابر، به خاطر ابر بسیار چگالیش بالاست، خب نور وارد این محیط میشه، داره هی برخورد میکنه، پراکندگی توش ایجاد میشه و نوری که از پشت سر ابر میاد به ما نمیرسه. پس تو این ناحیه، تو این زمانهایی از کیهان مثل اینکه یک ابر کامل وجود داره.
خب تو اون زمان خاص به خاطر اینکه کیهان هی سرد و سردتر میشه، انرژی کیهان تقریبا کمتر از اون انرژی لازم میشه که باعث یونش اتم هیدروژن بشه. پس اتم های هیدروژن میتونن شکل بگیرن، یعنی پروتون با الکترون ترکیب میشه، میشه اتم هیدروژن. هیچ ارتباط الکترومغناطیسی وجود نداره و این فوتون ها آزاد میشن. پس این اتفاق تقریبا توی یک زمان خاص برای همه جای دنیا افتاده، درسته؟ مثل اینکه یک دستگاه اس لختی رو توی یک زمان خاصی گذاشتیم و برای همه جای کیهان یکسانه. خب و ما توی کیهان داریم حرکت میکنیم. خب پس اثرات نسبیتی رو میتونیم ببینیم و اگه اثرات نسبیتی رو میبینیم میتونیم توش ببینیم آیا میتونیم سرعتمون رو اندازه‌گیری کنیم یا نه. آها خب میخوایم همین مسئله رو اینجا حل بکنیم و فقط با اطلاعات نسبیت خاص. فقط من میخوام فقط یه طیف جسم سیاه رو بهتون بدم که طیف جسم سیاه چیه. خب بله ببین، یک سری فوتون هایی خب توی زمان خاص آزاد شدن و به خاطر انبساط فضا زمان اینا انرژیشون از دست دادن، به ما رسیدن که هست 2.7 کلوین توی همه جهت. خب سوال اینه که و این یک دستگاه لخته، یعنی یک دستگاه اسیه که گذاشتیم توی این دستگاه لخت یک سیگنالی داره منتشر میشه با سرعت نور. حالا قضیه اینه که ما با سرعت بتا نسبت به این دستگاه داریم حرکت میکنیم، پس اتفاقی که میفته اولین اتفاق اینه که فرکانس فوتون‌ها رو متفاوت داریم میبینیم. خب پس اولین اثر نسبیتی که داریم اینجا میبینیم چیه؟ اثر دوپلر. قبوله؟ یعنی فرض کنیم که من دستگاه S دستگاه تابش پس‌زمینه کیهانم، یک اتفاقی که تو یک جا افتاده فوتون منتشر کردم، همه فوتون‌ها دارن فرکانس نوپریم رو دارن، فرکانس در دستگاه اسپریم که همون دستگاه سی ام بی. قبوله؟ پس این فرکانسیه که فوتونا دارن میان. حالا قضیه اینه که ما داریم با یک سرعتی نسبت به این دستگاه داریم حرکت میکنیم. آره، چیزی که جالبه این اثر نیست دیگه، با استفاده از همین میتونیم رو به دست بیاریم، ولی بعد یکم صبر کنید. صبر بکنید چون سرعت ما خیلی کمه به نظر میرسه نسبت به سرعت نور، چون جواب آخر بردم دارم میگم. خب این اثر خیلی کمتر از اثر اون همسانگردیه که کامل داریم میبینیم. یعنی توی آسمون اگه نگاه کنین به نظر میرسه که همسانگرده. بعد دیتکتورهای خیلی قوی بسازیم که این کارو کردن که اینو میشه دید. خب پس داریم مرور میکنیم درس نسبیت خاص رو. یه دستگاه S پریم داریم، ساکن یه دستگاه S داریم، میخوایم اثر دوپلر رو اندازه‌گیری کنیم. خب این کارو چطور انجام دادیم؟ گفتیم که 4 تکانه فوتون ها رو که میخوایم اندازه‌گیری کنیم این برابر است با H بار ضرب در نو، درسته؟ در H بار ضرب در K، این قسمت زمانیه، این قسمت فضاییه، اومگا فرکانسه، K عدد موجه. یک شرط دیگه هم گذاشته بودیم، اینکه اگر 4 تکانه ما برابر هست با جرم به توان 2 توی حالت برای ذراتی که جرم دار هستن، و اینو حساب کردیم. چرا؟ یادتون هست دیگه از تعریفی که برای پی میو انجام داده بودیم، گفتیم این ام صفر دو هست، ام صفر دی ایکس دی نو میو به دی اس، درسته؟ این از دی نو میو به دی اس. خب این تعریف تکانه است و ام صفر به توان 2. خب این کمیت رو که اندازه‌گیری کردیم برابر بود با خود سرعت نور که این رو اگه یک بذارین میشه C2 M02 C2. حالا اگر برای فوتون ها جرم سکون صفر بود، قیدی که گذاشته بودیم روی فرکانس و روی عدد موج این بود که اندازه W برابر باید باشه با اندازه K. قبوله؟ برای اینکه همه چیز همه تعاریف سازگار باشه. خب پس اگر این یک چهار برداره
برای اینکه از دستگاه اس به دستگاه اسپرین بریم فقط کافیه که تبدیل لورنس رو روش اعمال میکرد. یعنی چی؟ یعنی اچ بار، من میذارم این رو اومگا توی دستگاه زمین هست، فاکتور لورنس گاما، گاما بتا، گاما بتا، گاما یک، یک، بقیه اندیس ها صفر، ضرب در اچ بار در اومگا پرایم. خب بعد من این رو به صورت برداری می نوشتم، اچ بار اومگا در یک در کوسینوس تتا، سینوس تتا صفر، و این رو به صورت برداری اگه من بنویسم هست یک کوسینوس تتا پرایم سینوس تتا پرایم و صفر. دلیل اینکه این کمیت ها بتا ها رو اینجا مثبت گذاشتم اینه که جهت فوتون ها، جهت فوتون هایی که نسبت میرسه درست عکس حرکت نسبی ما نسبت به تابش پس‌زمینه کیهان. قبول دارین؟ یعنی اگر ما با سرعت v نسبت به تابش پس‌زمینه کیهان میایم، فوتون ها عکس جهت ما دارن میان. خب جمله یک رو اگر حساب بکنید اثر دوپلر رو میگیرین که فرکانستون هست W پرایم در گاما، درسته؟ به علاوه گاما بتا کوسینوس تتا پرایم. یعنی هست W پرایم گاما در یک به علاوه بتا دات N. با اینکه مشکل ندارید، N جهت رصده، جایی که دارین نگاه میکنین زاویهش با بتا. پس این اولین اثر نسبیتی که داریم میبینیم. خب حالا با این چی کار بکنیم؟ حالا چیزی که خیلی جالبه بعد از پس این فرکانس فوتون هایی که داره میاد داریم توی زمین دریافت میکنیم، این فرکانس فوتون هاییه که از تابش پس‌زمینه کیهان جدا شدن. حالا سوال اینه که این اثر رو چطور دیدیم؟ خب بعد از کشف پنزیاس و ویلسون به نظر رسید که این تابش پس‌زمینه کیهانی خیلی اثر خیلی مهمیه و کلی آزمایش های مختلف، بالون های مختلف مثل بومرنگ، مثل بعدن آزمایش های مثل ماهواره مثل کوبی فرستاده شدن و اینها تونستن طیف تابش پس‌زمینه کیهان رو با دقت خیلی زیادی اندازه‌گیری کنن. پس نوبل اول رو دادن به پنزیاس و ویلسون به خاطر اینکه اثر رو دیده بودن. نوبل دوم رو به ماهواره کوبی دادن که توی سال 1992 با دو تا دستگاه دو تا کشف مهم انجام دادن. یکی این که به نظر رسید چون این کار رو توی فرکانس های مختلف انجام دادن، یعنی فرکانس دستگاه رو عوض کردن و تونستن شدت رو بر حسب فرکانس رسم بکنن و توضیح رو که به دست آوردن توضیح جسم سیاه بود، توضیحی که اوایل قرن بیستم یکی از اون هینتایی بود که آدم ها فکر کردن که مکانیک کلاسیک درست نیست و بعد برن سراغ مکانیک کوانتومی. چیکار کردن؟ اومدن توی باندهای فرکانسی مختلف شدتی رو که از فوتون داشتن میگرفتن اندازه‌گیری کردن و نشون دادن که اگر داده هاش اونجوری باشه با خطای بسیار کم تابش پس‌زمینه کیهان روی این طیف جسم سیاه میفته. به نظر میرسه یکی از بهترین اجسام سیاه توی کیهان این تابش پس‌زمینه کیهان. جسم سیاه رو میدونید دیگه، توی مکانیک کوانتومی شما میتونید یک کاواکی بسازین که به خاطر برخوردهای بسیار زیاد فوتون‌ها با محیط و محفظه یک دمای یکسان بده توی جایی که بیشترین اینتنسیتی رو دارین، یعنی توی نوع ماکسیموم یا لاندای ماکسیموم شما به صورت تی به توان 4 رابطه داریم و ضریب استفان بولتزمن. این طیف جسم سیاه و به نظر میسه یکی از بهترین طیف جهات طیف تابش پس‌زمینه کیهان. این کار اول بود که یک نوبل اوورد برای این تیم کوبی. شما در این دستگاهی که این فوتون‌ها از دوستا
در همه جهت داره مفصل درست دور میشه اما هم خودم یه سرعت داشتیم ما الان فقط سرعت ما رو در نظر گرفتیم. خب چه سرعت دیگه بعد در نظر میگیریم؟ در همه جهت دارن دور میشن دیگه درست. خب این کار رو انجام دادیم، حالا وارد اون نمیشیم چون لازم داره که کیانشناسی بلد باشه. یعنی فوتون هایی که تو اون انرژی دارن ساطع میشن همینجوری که گفتم بستگی داره به تقریبا انرژیشون برابر کیلو الکترون ولته، درسته؟ انرژی که اتم هیدروژنه. خب اگه کیلو الکترون ولته، هر الکترون ولت معادل 10 به توان چنده؟ 10 به توان 4. هر 10 به توان اینو میتونید از اینجا به دست بیارید دیگه. جیتون انرژیتون هست چی؟ هست KBT رو میتونید در نظر بگیرید. این عدد 10 به توان منفی 23، هر الکترون ولت هم 10 به توان منفی 19 است. پس هر کلوین برابر 10 به توان 4 الکترون ولت. خب پس انرژی یک کیلو الکترون ولتی که اینجا داریم میبینین برابر 10 به توان یک کلوینی که داریم میبینین دقیقا برابر همون 10 به توان 4 الکترون ولتی که اونجا وجود داره. و این اثر انبساط رو که لاندایی که همونجا تولید شده به لاندایی که داریم رصد میکنیم چه ربطی داره به مقیاس انبساط اون رو در نظر گرفتیم. خب که بستگی داره به یک به علاوه دلتا ای، بستگی داره به یک ای با مقیاسی که کیهان بزرگ شده. با اون دستگاه اسپیریوم دستگاه ثابتی که در یک فاصله از آن به معنای بهش میگیم دستگاه همراه. دقیقاً یعنی این اثر رو در نظر گرفتیم و این اثر هیچ اثر نسبیت خاصی نیست، برای همین خیالمون راحت داریم بیرون اثر دستگاه ثابتیه که فرض کنیم کدوم استفاده بمونه. دقیقاً و میخوایم بتا رو اندازه‌گیری کنیم. خب حالا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که این طیف تابش پس زمینه کیهان رو اندازه‌گیری کردیم و دیدیم که این کمیت یک کمیت یک طیف جسم سیاه است. حالا سوال این که طیف جسم سیاه رو خب توی دو دستگاه مختلف چطور میشه اندازه‌گیری کرد؟ چطور میشه اینو به دست آورد؟ بذارین تعریف اینتنسیتی رو بکنم چیه اینجا و به یه سوال مهم نسبیتی دیگه جواب بدم. تو همه جهات. یعنی مثلا هر جهت خاص یه دونه اینو گذاشیم دیگه. فرق داره دیگه. منظور اینه که توی جهت‌های مختلف نگاه کردین، خب توی فرکانس خاص، خب همه رو میانگینگیری کردین شده یک نقطه. بعد رفتین توی یک فرکانس دیگه، همه جهت‌ها رو نگاه کردین، یه فرکانس دیگه به دست آوردین. یعنی تو اون فرکانس خاص اینتنسیتی مقدار یک ثانیه. بزن اینتنسیتی رو تعریف بکنم. این کمیت اینتنسیتی رو اینجوری تعریف میکنم، میگن که یه نو هست انرژی یک سیستم، خب تقسیم بر زاویه، تقسیم بر دی ای عمود، یعنی اون فاصله سطحی که فوتون ها بهتون داره برخورد میکنه، تقسیم بر دی اومگا. دی اومگا چیه؟ این زاویه فضاییه. یعنی اگر به صورت یک مخروط نگاه بکنید، دی اومگا شما هست سینوس تتا، دی تتا، دی فای، درسته؟ انرژیتون تقسیم برای دی ای، دی اومگا، دی تی، زمان و تقسیم برای فرکانسی که دارین اندازه‌گیری میکنید. بهش میگن شدت ویژه. بس این تعریف کمیتیه که توی رصد دارن اندازه‌گیری میکنن. یعنی چی؟ این انرژی فوتونی که دارین میگیرین توی فرکانس نو، خب تقسیم میکنید به سطح دیتکتورتون، به سطحی که دارین دریافت میکنید، فقط باید عمود باشه، به زاویه فضایی که دارین نگاه میکنید، مثلا یک درجه از آسمون رو دارین نگاه میکنید یا 10 درجه، تقسیم میکنید به زمانی که دارین میگیرین، 1 ساعت، 2 ساعت، و تقسیم میکنید به اون فرکانسی که دارین. اسم اون رو میذارین شدت، درسته؟ پس شدت، پس این کمیت شدت ضرب در نو ضرب در سینوس تتا دی تتا دی فای که از دی اومگا در دی ای عمود در دی تی هست انرژی.
واحد این رو تعریف میکنیم چی؟ تعریف میکنیم وات متر مربع به توان منهای 2 استرادیان منفی 1 واحد زاویه فضایی هرتز منهای 1. خب این تعریف شدت. یه اگر وات متر مربع به توان 2 هرتز منهای 1 رو یک واحدی تعریف میکنم به اسم جانسکی که واحدش از جانسکی استرادیان منهای 1 که هر جانسکی برابر است با 10 به توان منفی 26. الان هر جانسکی برابر است با 10 به توان منفی 26 وات متر مربع هرتز منهای 1. بفرمایید. این شما یک رادیو تلسکوپ دارید، خب به این طرف آسمون گرفتین، انرژی رو که از این تو این دستگاه دو مجموعش رو جمع کردیم، دقیقاً تقسیم کردیم به سطح تلسکوپ، خب تقسیم بکردیم به زاویه فضایی که داری نگاه میکنین، بعد تقسیم کردیم به مدت زمانی که گرفتیم و تقسیم کردیم به اون فرکانس خاصی که داره. جان همشون هم فرکانس درست. پس این آی نور رو اگر رسم بکنین میشه همچین کمیتی. حالا سوال اینه که آیا این کمیت، به این سوال نسبیت خاصیه، آیا این کمیتی که اینجا تعریف کردیم چه کمیت لورنتز ناوردایی میشه ازش ساخت؟ درسته، چون این کمیت چیزیه که از تابش پسزمینه کیهان به ما میرسه، تو دستگاه لخت میشه اندازه‌گیری کرد، ولی ما دستگاه لخت دیگه‌ای هستیم که با سرعت بتا داریم میریم. پس کمیتی که باید مقایسه بکنیم اینجا کمیت لورنتز ناوردا رو باید بسازیم. درسته؟ خب مسئله معلومه که داریم چی کار میکنیم. میگه دو تا دستگاه لخت داریم ولی مثل اینکه تو آسمون وجود دارن. اثر دوپلرش رو حساب کردیم، الان شدتش رو حساب کردیم، میخوایم دنبال کمیت لورنتز ناوردایی هستیم که بر حسب این بسازیم. بله. توی همه جهات. دقیقاً. برای همینه که ماورایی که توی ماورای فضایی که فرستادن، یعنی بعد کوبی، بعد از اون دبلیو مپ، بعد از اون پلانک، کاری که میکنن تقریبا همه آسمون رو دارن رصد میکنن، مساحی میکنن. خب با چی؟ شدت تعریف دیگه. خب لاندا مثلا یه نور باشه، بعد من میخوام مقدار کل انرژی رو نصب کنم، یه نور بگیرم، یه انفیرو بگیرم، بعد کلش انرژی اون بده درست. آیه نور یه نور بگیرم. خب چون این کار رو چون این کار رو توی فرکانس های متفاوت دارین انجام میدین، اگه از این انتگرال بگیرین روی همه سطح فضایی، انتگرال بگیرین روی همه زاویه های فضایی و روی سطح و روی فرکانس، انرژی کل سیستم رو بهتون، چون توی این فرکانس خاص داره اندازه‌گیری. خب حالا خب 100% چون دیفرانسیلی داریم نگاه میکنیم، چون همیشه الان آیه نون تابعیت از نون داره، ولی اون که اصلا رو بگیرید روش ممکنه تابعیت از نون داشته باشه، یعنی نمیتونیم بگیم که اون نون اون هم دیگه خواهده. نه الان اگه انرژی کل سیستم رو بخوایم الان درست شد دیگه. الان درست شد. آره، یعنی این میزان دیفرانسیل انرژی که توی این بازهای دیفرانسیلی گرفتیم. خب چون همه اینا دیفرانسیلی هم واقعا دیگه، توی نه دیگه توی بازه فرکانسی دارین هم چیز میکنین دیگه، به دست میارین توی، اصلا این معنی نداره دیگه. قبول دارین توی فیزیک نمیگین توی فرکانس 100 هرتز دارم میبینم، دستگاهتون یه باند داره. خب حالا ببینید یه کمیت خیلی جالب. حالا می‌خوایم سوال امتحانی چیه؟ سوال امتحانی که می‌خوایم کمیت لورنتز اینوریانت رو به دست بیاریم. لورنتز ناوردا رو به دست بیاریم. بفهم. نه، آی تعریفش اینه دیگه. چی؟ آره، شدت حالا یک ربطی داره. اینکه تو هر مود، تو هر مود فرکانسی، انرژی هر فرکانس از h نو. پس میشه از توش تعداد فوتون‌ها رو خوند. باشه.
خب بعداً می‌خوایم تو هر این درسته، ولی بعداً می‌خوایم تو هر واحد فرکانسی، تو هر واحد فرکانسی می‌خوایم چیزو حساب بکنیم، تعداد فوتون‌ها رو حساب بکنیم. برای همین شما یه انتگرال گیری دارین روی نو که توش یه دونه دلتا فانکشن قرار دادین، یعنی گفتین توی انتگرالتون همه نوهایی که همون نوع خاصی که خودتون دارین می‌خواید، این دلتا فانکشن کاری که داره می‌کنه همون نوع شما رو بهتون میده. الان سوال اینه که بعداً می‌خوایم تعداد فوتون‌ها رو اندازه‌گیری کنیم. خب ولی بذارین یه کمیت لورنس ناوردا بسازیم. خب این تعریفه. خب کمیت لورنس ناوردایی که میشه ساخت، من ادعا می‌کنم که حجم فضایی ضرب در حجم مومنتوم سگانه یه کمیت لورنس ناورد است. خب این سوال دیگه، اینو بعد نشون بدیم. این تعریف چیه؟ این حجم فضای فازه. چرا بهش میگیم حجم فضای فاز؟ پس این رو من اسمشو میذارم حجم فضای فاز. خب این سوالیه که حالا بعدا باید بهش جواب بدم. ببین هر موجود، هر سیستم مکانیکی که دارین، توی مثلا مکانیک کلاسیک دارین بررسی میکنین، 6 تا درجه آزادی داره، درسته؟ x y zش و سرعت v x v y و v zش، درسته؟ میتونین برین توی فضای فاز، بگین توی این فضای 6 پارامتری، خب میتونین یک حجم تعریف کنین به اسم حجم فضای فاز d3x d3p. خب و همیشه اگر هیچ ذره خلق یا فنا نشه، شما انتظار دارین که توی فضای فاز تعداد ذراتتون توی حجم مومنتوم ها و حجم ایکس ها همیشه ثابت باشه، درسته؟ که این همون مفهوم رابطه بولتزمن. شما اگه تعداد ذرات داشته باشی، برین توی فضای 6 بعدی نگاه بکنید، یعنی فرض کنید این ایکس وای و زد باشه، این هم مثلا وی ایکس وی وای و وی زد باشه. خب اگر یک حجمی رو در نظر بگیریم، اگر تعداد ذراتتون خلق یا نابود نشه، تعداد ذرات کلتون یعنی دی ان به دی تیتون تو این فضای فاز همیشه ثابت، یعنی هم میتونه مومنتوماش تغییر بکنه، هم میتونه مکانش تغییر بکنه، ولی مجموع اینها تغییر نمیکنه. حالا سوال جالب اینه که توی نسبیت خاص هم چی؟ تعداد ذرات توی فضای فاز، چگالی فضای فاز تغییر نمیکنه. 100 تا ذره دارم، 100 تا ذره رو گذاشتم توی فضای مومنتوم. فضای واقعیتون x و y و z، ولی 6 تا درجه آزادی دارین. هر کدوم از اونها میتونن هر مؤلفه v x v y و v z داشته باشن. خب حالا ادعای اینه که این کمیت یک کمیت لورنس ناورد است. خب اینو باید نشون بدیم، یعنی تو این جلسه اینو نشون بدیم. ولی بذارین برای فوتون ها فرض کنیم که این درسته، برای فوتون ها اینو حساب بکنیم d3x d3p رو. خب چطور میشه حساب کرد؟ خب با این قسمت که مشکل نداره، من اینو پاک بکنم، فرکانس رو به دست آوردم. فرض کنید که بله چی؟ یعنی نمیشه بگیم حجم فضای فاز ثابته. نه دیگه. چگالی ضرب در حجمش. من همچین چیز نگو. گفتم که تعداد ذراتتون که از چگالی ضرب در اون ثابته، این کمیت لورنس ناوردا است. یعنی شکلش از دستگاه اس به دستگاه اس پریم عوض نمیشه. دو تا چیز متفاوته. حجم، نه، حجم فضای فاز وقتی از دستگاه اس به دستگاه اس پریم میرین تغییر میکنه. نشون میدیم اینو چی؟ حجمش لورنس ناورد است. تعریف لورنس ناورد چیه؟ یعنی d3x پرایم d3t پرایمتون برابر است با d3x در d3p. همین. خب حالا بذارین این کمیت رو حساب بکنیم. به این فوتون ها بله سلام باشیم. جان خودمون فقط خالی. اگر مانعی نداشته باشه زیر دستی بدیم. آره اگه امکانش هست داریم زیر دستی به تعداد. آره باشه. بسیار مرسی، خیلی ممنون، لطف کرد، مرسی.
اگه ممکنه. مرسی، لطف میکنم. آمفی‌تئاتر خوبه برای امتحان دادن؟ خب جای دیگه هم نیست. مشکلش این که آموزش جا نداره، اینجا هم فکر کنم 76 نفر جا نشن. زیر دستی میدن دیگه. سعی میکنم سوالایی بدم که کمتر نوشتن این باشن، بیشتر فکر کردن. خوبه؟ که مشکل چیز نباشه. چی؟ چی؟ نه دیگه چی؟ ببین همیشه علم مهمتر از نمره است. خب بخونید، یاد بگیرید. این نگران چیز نباشید. نمره میگیرید. ناراحت نمره نباشید. نمره چیز مهم داریم حل میکنیم. میخوایم حرکت خودمون رو تو آسمون پیدا بکنیم. میگن کی نمره. بذاریم مسئله حل کنیم. بله. خب. چی کار میخواستیم بکنیم؟ میخواستیم این دیتری ایکس دیتری پی رو حساب بکنیم. خب ببینید مومنتوم هایی که داریم، تعریف مومنتوم هست H برای هر فوتون، هست H در نو تقسیم بر C، درسته؟ اندازه بردار مومنتوم تکانه هست H نو تقسیم بر C برای فوتون، درسته؟ H تقسیم بر لاندا هست تکانه فوتون، پس مومنتوم میشه این. حالا مومنتوم به توان 3 دی 3 پی به توان 3 هست H به توان 3 سی 2 نو به توان 2 دی نو در دی اومگا، درسته؟ اگر نوتون یک بردار باشه، فرکانستون یک بردار باشه، اندازش به توان 3 برابر است با نو 2 دی نو دی اومگا، درسته؟ این دی پی به توان 3، دیفرانسیل مومنتوم ها به توان 3 و تقارن کروی دارین. وقتی تقارن کروی دارین، اگه از این انتگرال بگیرین روی نو و انتگرال بگیرین روی زاویه فضایی، به شما دی 3 پی رو میده. حالا میایم دی ایکس رو حساب بکنید. ببین میخواین اندازه، میخواین دیفرانسیل مومنتوم رو حساب بکنین قسمت سه بعدی. خب میخواین از این دیفرانسیل بگیریم. اگه من این رو به توان 3 برسونم، پی رو به توان 3 برسونم، هست H نو به توان تقسیم بر C به توان 3. خب میخواییم دیفرانسیل این رو نگاه بکنم، میشه دیفرانسیل پی به توان 3 هست H C به توان 3، درسته؟ دیفرانسیل قسمت نو به توان 3، درسته؟ خب اگه یک بردار سه بعدی داشته باشی، میخواین دیفرانسیلش رو بگیرین و فقط توی برین توی مختصات کروی بشینین. توی مختصات کروی فرض کنید که اندازه این بردار هست در یک در دی اومگا، درسته؟ یعنی شما یک بردار رو اگه داشته باشی، خب میخواین دیفرانسیل قسمت سه بعدیش رو بگیرین، هست نو دو دی نو دی اومگا. این چیز جدیدی که نیست. ببینین، نه چون میخوایم حجم فضای فاز رو دی 3 پی رو حساب کنم. ببینین اصلا نگران نباشین، بذارین اینو نگاه کنیم با هم. فرض کنید فرض کنید این فرکانس نیست، داریم حجم رو دارین حساب میکنیم. خب وقتی دارین حجم رو حساب میکنین، اگه از این جمله انتگرال بگیریم، خب روی همه حجم، یعنی چی؟ یعنی انتگرال من بگیرم روی فای از 0 تا 2 پی، این انتگرال روی فایه، انتگرال روی تتاست از منفی از 0 تا پای، پس این انتگرال روی فایه، این انتگرال روی پیه و انتگرال بگیرین از 0 تا آر، این چیزی نیست جز 4 پی سوم نو به توان 3، این حجمه، درسته؟ یک برداره. خب بذارین توضیح بدم این دیفرانسیل چیز رو داریم میگیریم. ببینید اگر یک برداری رو داشته باشین، خب سه بعدی، خب میخواین دیفرانسیلش رو حساب بکنید، فقط مقدارش مهمه، جهتش مهم نیست.
خب جهت چی؟ نه شما دارین مومنتوم حساب میکنین دیگه، مومنتوم جهت داره دیگه. ببینید پی رو که دارین حساب میکنین، چهار بردار پی رو دارین حساب میکنین، هست اچ بار نو، این هیچ جهتی نداره، درسته؟ بعد اینو مینویسین اچ بار کی، جهت داره، کی ایکس، کی وای، کی زد. اچ بار کی رو چی مینویسین؟ مینویسین اچ بار اومگا اچ بار دو پی تقسیم بر لاندا. خب لاندا اندازه است ولی یه جهت هم داره دیگه، اندازه فوتونا تو جهت های مختلف. چرا؟ چون بردار موج رو داریم می‌نویسیم، بردار موج تو جهت x و y و z، این اندازش. h بار تقسیم بر 2p میشه h، درسته؟ لاندا هم میشه چی؟ میشه c تقسیم بر نو، ولی شما یه جهت هم داریم، درسته؟ در جهت x، در جهت y، در جهت z. ولی تنها چیزی که مهمه، تنها کمیتی که داره تغییر میکنه اندازش، ولی تو همه جهت ها مقدارش یکسانه، درسته؟ حالا وقتی دیفرانسیل یه موجود سه بعدی رو که میخوایم بگیریم که فقط اندازش مهمه، میشه نو به توان دو، این رابطه که اینجا نوشتم، دی نو دی اومگا. چرا؟ چون اگه شما انتگرال بگیرین روی قسمت فای و روی قسمت پای، این مقدار اندازه مقدار نو رو به دست میارین. پس خود فرکانس یک کمیت اسکالره، ولی وقتی در مورد مومنتوم دارین حرف میزنه یک کمیت برداریه و قسمت فضاییش یه بردار سه بعدیه که یک جهت داره. یعنی چی؟ اجازه بدین از اگر وقتی که میگیم که اندازه اومگا برابر است با اندازه کی، به خاطر اینکه فوتون سرعتش صفره و این یک برداره، معنیش اینه که توی جهت‌های فضایی x y و z شما دارین روی کره رو دارین نگاه میکنید که اندازش شعاع کره است و توی جهت‌های مختلف مقدارش یکسانه. دیفرانسیلش رو که وقت نگاه میکنید میشه این کمیت نو دو دی نو دی اومگا. بفهم بقیقا دو دقیقا. ببینید این هم ایده خوبیه. ببینید دی تری پی هست دی پی ایکس دی پی وای دی پی زد، درسته؟ خب این دیفرانسیل سه بعدی توی جهت دکارت ایکس و وای و زد نوشتیم. حالا میریم توی مختصات کروی مینویسیم، این میشه دی آر، درسته؟ دی تتا دی فای، ولی اینجا باید یه مقدار بذارین که بهش میگن ژاکوبیان این ماتریس، ماتریس تبدیلتون، درسته؟ ژاکوبیان ماتریس تبدیلتون برابر است با آر دو سینوس تتا. حالا در مورد این توضیح میدم براتون، ولی دیدین دیگه وقتی میخواین حجم رو توی مختصات دکارتی انتگرال بگیرین، میان انتگرال میگیرین از دی ایکس دی وای و دی زد. اگه من تبدیل مختصات بدم برم توی دستگاه کروی بشینم، فقط کافی نیست انتگرال دی آر دی تتا دی فای رو بنویسم، درسته؟ اصلا از همینجا هم معلومه بود این طول به توان 3، بود اینی که نوشتم زاویه که بود ندارن، طوله، پس یه جمله طول به توان 2 هم لازم داره. اینو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ ماتریس های تبدیل رو مینویسیم، فرق کردن براتون نشون میدم، بعد دترمینان ماتریس تبدیل میشه آر دو سینوس تتا، همین کار رو کردیم دیگه. یعنی دی پی ایکس تون هست اچ نو ایکس تقسیم بر سی، این دیفرانسیله، درسته؟ h c d نو y h c d نو z. حالا اینو بردیم توی مختصات کروی، توی مختصات کروی که نوشتید این رابطه میشه چی؟ نو به توان 2 سینوس تتا دی فای هست دی اومگا، درسته؟ دی آر هست دی نو. اون سوال خیلی خوب پرسید، پس هم یه جور نشون دادن این که چرا میشه نو دو دی اومگا دی آر، درسته؟ خب بس دی تری پی رو حساب کردیم، دی تری ایکس رو چطور میشه حساب کرد؟ خب این رو فکر کنیم. بله چی؟ دی سه پیه اندازه نه دقیقا. حالا دی سه این رو که میخواین حساب بکنین
خیلی ساده است. در جهت x سرعتش c دی تیه، میشه دی ایکسی که داره، فرض کنید در جهت x فوتون ها به سمت ما دارن میان، پس c دی تی میشه دی ایکس، درسته؟ دی وای ضرب در دی زد میشه چی؟ دی ای. حجم دیگه قبول دارین؟ دی ایکس دی وای دی زده. خب حالا ببین چه اتفاق جالبی میفته. هیجانتون حفظ شده یا نه؟ نه. دیسه ایکس میشه سی دی تی، فوتون ها در جهت ایکس میان، دی وای دی زد عمود بر جهت حرکت فوتون هاست میشه دی ای. خب حالا من میام دی تری پی رو ضرب در دی تری ایکس میکنم میشه سی دی تی دی ای H به توان 3 C به توان 2 نودو، اینم باید 3 باشه دیگه، درسته؟ C به توان 3 نودو دی نو دی اومگا. خب اگه من بیام از این رابطه استفاده بکنم، ببینین سینوس تتا دی تتا دی فای میشه دی اومگا، قبوله؟ دی اومگا اینجا وجود داره، درسته؟ اینجا یه دی نو هم باید داشته باشیم دیگه، نه اینه. خب پس دی اومگا وجود داره، این دی نوه، این دی ایه، این دی تیه، اینجا هست دی نو دی ای دی تی، قبوله؟ متوجه بگیر. ببین دی سه اون اینتنسیتی رو تعریف کردیم، خب اونجا نگه داشته باشی. من یه ادعا کردم که باید اثبات کنم، هنوز نکردم، که حجم فضای فاز لورنتز اینوریانت. میخوام حجم فضای فاز رو بسازم، چون مطمئنیم که لورنتز اینوریانته، پیمان ناوردا چیز مختصات ناورداست، لورنتز ناورداست. میتونیم با خیال راحت بگیم این کمیتی که اندازه‌گیری کردین شکلش دقیقا همون شکلی که توی دستگاه خودمون اندازه‌گیری میشه، اصلا ایده همینه. خب دی 3 پی رو حساب کردیم، دی 3 ایکس در جهت ایکس اگه فوتون ها بیان میشه سی دی تی، در جهت عمودش میشه دی ای. این دوتا رو که در هم ضرب کردم میبینین کمیت هایی پیدا میشه که خیلی شبیه تعریف اینتنسیتیه. پس دی 3P دی 3X این C تقسیم بر C3 میشه C2، میارم این طرف C2، تقسیم بر H3 هم میارم پایین. خب دی T دی A دی نو دی اومگا همشون وجود دارن، پس تعریف انرژی تقسیم بر اینتنسیتی. نودو هم باید داشته باشیم، کجاست نودو؟ آره کجا بیارم؟ مخرج. این خیلی کمیت مهمی. خب جان آره دی ای در آینی بزن یه بار دیگه این کمیت رو ببینیم، ببین اتفاقات مهمی داره میفته. چی؟ باش میارم این بر. نه درست میگین، درست میگین. خب این میشه C2 D3 X D3 P تقسیم بر H. معرفشون کاملا درست، قبول دارین این ناورداست. چرا؟ چون D3 X D3 P ناورداست، C و H هم ثوابت طبیعت. خب این طرف چی دارین؟ دی ای دارین، آی دارین و نودو. خب انرژی رو چطور میتونید حساب بکنید؟
انرژی فوتون ها مگه H بار ضرب در نو نیست؟ H ضرب در نو فرکانس فوتون ها، H ضرب در نو. اگه تو اون فرکانس خاص نگاه کنیم، کل انرژی برابر است با تعداد فوتون ها در H نو، درسته؟ تعداد کل فوتون ها تو اون فرکانس خاص ضرب در فرکانس فوتون. پس این طرف شما به دست میارین N H نو به توان 3 تقسیم بر آی نو. خب چی؟ دی ان. خب بذارین این میشه انرژی کله، بذارین این دی ای رو اینجوری بنویسم، انرژی کلی که تو اون فرکانس خاص دارین میبینید. خب یعنی یه انتگرال کیری کردم با تابع دلتای دیراک. یعنی چی؟ یعنی گفتم که انرژی توی بازه فرکانس، فقط دارم توی فرکانس دارم انتگرال گیری میکنم، هست انتگرال از همه فرکانس هایی که دارم، نو مینیموم تا نو ماکسیموم، دی نو ای در تابع دلتای دیراک که از نو منهای نو خاصی که دارم نگاه میکنم، اون فرکانس خاصی که دارم نگاه میکنم. این انتگرال اگه من بگیرم این میشه ای نو اون فرکانس خاص، این مشکل دیفرانسیل اینجا حل میشه. این میشه تعداد الکترون‌هایی که توی این فرکانس خاص هستن ضرب در H نوسه. خب تعداد الکترون‌ها، تعداد خود الکترون‌ها یک کمیت ناورداست. به چه معنا؟ اگر هیچ اینتراکشنی با هم نداشته باشن، خلق و فنایی نداشته باشن، تعداد تغییر نمی‌کنه. از طرف دیگه ادعا کردم که توی فضای فاز D3X D3P لورنتز ناورداست. نتیجه خیلی مهمی که میگیرین چیه؟ چه کمیتی ناورداست؟ دقیقاً نوسه ای به آی به توان نو کمیت لورنتز ناورداست. خب و این خیلی کمیت جالب و مهمیه. ببینین حالا چه اتفاق میفته. بله اولش ما گفتیم ببینین من گفتم که دید نه من دیتریه ایکس دیتریه پی رو حساب کردم، خب قبوله برای این مسئله خاص، دیدم این شده این عبارت. خب اگر حرف من رو قبول داشته باشه که این کمیت ناورداست، خب نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ که نو به توان 3 تقسیم بر شدت کمیت ناورداست. و ناوردایی به چه معنیه؟ خیلی معنی مهمی داره. معنیش اینه که آی نو تقسیم بر نو توی دستگاه سی ام بی به توان 3 دقیقاً برابر است با آی نو به توان 3 توی زمین که دارین اندازه گیری میکنید. این نتیجه خیلی مهم. خب هنوز داستان ادامه داره. این تعداد ببین این انرژی فوتون هاییه که توی فرکانس نو دارن به ما میرسن. خب فرکانس خاص انرژی تک فوتون هست H نو زد در تعداد کل فوتون. خب حالا ببینید بفهم نه اگه گفتم اشتباه گفتم. حجم فضای فاز کمیت لورنتز ناورداست، همین تعداد ذرات کمیت که ثابت میمونه. حجمشون تغییر نمیکنه، شکل بستگیشون به مختصاتتون عوض میشه، ولی ضرب این دوتا شکلش یکیه. یعنی D3X D3P اگه برین توی دستگاه اسپریم هست D3X'D3P'. همین قضیه لیوویل میگه که چیز دیگه، دی فای به دی تی صفره، فای چگالی فضای فاز اگر هیچ اندرکنشی نداشته باشه. خب فکر میکنین قدم بعدی چیه؟ این کارو پلانک انجام داده. طیف جسم سیار رو بعد رابطه‌اش رو بنویسیم. قبوله؟ یعنی ما داده‌های رصدی داریم اینجا دیگه. داده‌های رصدی داریم، طیف جسم سیار رو بلدیم بنویسیم. خب از اونجایی که مکانیک
کوانتومی نظریه صحیحه، ابعاد اتمیه، میتونیم تعداد انرژی یا شدتش رو بنویسیم به این ترتیب که این رابطه هست نو به توان 3 ضرب در ضریب تقسیم بر ای به توان h بار نو تقسیم بر k t منهای 1. این تابع توزیع ماکسولیه برای ذراتتون، برای فوتوناتون، که اگر بوزونی باشن میشه تابع بوزونی، تو حد تابع بوزونیه که میرسه به حد ماکسول تو انرژی پایین. خب این تابع شدت درسته، یعنی یک سری ثوابت نو به توان 3 ای به توان h نو تقسیم بر k t منهای 1. خب چه کمیتی لورنس ماورده است؟ آی تقسیم بر نوسه. من هیجان زده شدم، شما نمیدونم چی؟ هنوز نشدیم؟ بله چی؟ آها دما، الان به این سوال مهم میخوایم جواب بدیم. ببین گفتم که آی تقسیم بر نو به توان 3 توی دستگاه سی ام بی برابر است به آی روی زمین نو روی زمین به توان 3. درسته؟ این ناوردهایی وجود داره، یکشو پرایم بگیری یکشو بدون پرایم. معنیش اینه که یک روی ای به توان h نو تقسیم بر kt، اینهایی که بدون پرایم روی زمینه، منهای 1 برابر است با یک روی h نو پرایم k روی t پرایم منهای 1. درسته؟ پس نو پرایم توی cmb نو روی زمینه. حالا ببین چه اتفاق مهم میفته. فرکانس رو از اثر دوپلر بلدیم، درسته؟ فرکانسی که روی زمین داریم اندازه گیری میکنیم هست چی؟ هست گاما در یک علاوه بتا دات ان در چی؟ نو پریم. خب برای اینکه شکل این کمیت عوض نشه دمای شما هم باید اینطوری تغییر بکنه، درسته؟ چون کمیت لورنس ناورده است. بس دما تی روی زمین برابر است به گاما یک به علاوه بتا در ان در تی سی ام بی. نیست نیست نیست. اگه یادتون باشه بلافاصله عوض کردم، گفتم که دما باید حواسمون جمع باشه. یادتونه که در مورد سکالرا داشتیم حرف می‌زدیم، گفتیم سکالرا کمیتی هستن که تحت تبدیل لورنس فای ایکسشون تبدیل میشه به فای ایکس پرایم، مقدارش عوض میشه. بعد دوستمون که اونجا نشسته بودن در مورد دما پرسیدن، گفتم مواظب باشین دما رو فعلا، چون دما یه کمیتی که از مجموعه سرعت‌های پخشی به دست میاد و سرعتی کمیتی که توی دستگاه مختصات مثل چاربردا داره رفتار. و این داستان دما خیلی جالبه، یعنی از 1905 تا 1970 مقاله های متفاوتی چاپ شده که توی همه اینا ادعا میکردن که دما به صورت گاما منهای یک تی داره تغییر میکنه، دما ناورداست، دما با گاما ضرب در تی داره تغییر میکنه، ولی این فوتون ها به داد ما میرسن که چطور تغییر دما رو خیلی درست توی دوتا دستگاه با هم تعریف بکنه. اجازه بدین که چون میخوام نتیجه گیری نهایی بکنم مطمئن بشم که همه چیزی که نوشتم درسته که هست. خب ببین خیلی جالبه، اثر دوپلره و این اثر دمایی. حالا توی سی ام بی داریم اثر دما رو داریم میبینیم، خب و سرعت ما بتای ما خیلی کوچکتر از یکه. من میتونم گاما رو بذارم یک، تی هست یک به علاوه بتا ان تی سی ام بی. خب بتا ان چیه؟ بتا ضرب در ان کوسینوس زاویه بین جهت اومدن فوتون ها به سمت ما و جهت حرکت ما. خب چه انتظاری دارین؟ انتظار دارین که اگر به سمت توی جهت خاص داریم حرکت میکنیم توی آسمون، به اون سمت اگه داریم میریم کوسینوس زاویه بین ما خب منفیه، به یه معنای فرکانسمون داره
به سمت آبی داره میره، یعنی فرکانس داره زیاد میشه اثر دوپلر معمولی، یعنی داریم به سمت سی ام بی داریم میایم، فوتونایی که به این سمت دارن میان به سمت آبی میان و فوتونایی که پشت سر ما هستن بعد به سمت قرمز برن، درسته؟ و نوع رابطه با کوسینوس تتا داده میشه. به این اثر میگن اثر دایپول. تو الکترومغناطیس دیدین دیگه، تو الکترومغناطیس وقتی که میخواین انرژی الکتریکی دو قطبی ها رو حساب بکنین یه اثر دایپول میبینید، کوادراپول میبینید و الی آخر. دایپول به معنی کوسینوس تتا است. خب یعنی اگه من توی آسمون این آزمایش انجام بدم، اگر توی قسمت آسمون یه قسمتش آبی ببینم و یه قسمتش رو قرمزتر ببینم، به معنی اینکه دارم تو اون جهت دارم حرکت میکنم. و این کار خیلی مهمی که مردم انجام دادن، جهت آبی و جهت قرمز رو پیدا کردن و از اون تونستن بتا رو تعیین کنن. و بتا یعنی وی ما تقریبا چیزی هست مثل 600 کیلومتر بر ثانیه، یعنی زمین و کل سیستم منظومه شمسی با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه داره به یک سمتی از آسمون داره پیش میره. از کجا این رو فهمیدن؟ این مپ سی ام بی رو نگاه کردن، مپی که توی کل آسمون وجود داره، دیدن یک طرفش آبی تره، یک طرفش قرمز تره، با اون تونستن جهت رو پیدا بکن. خب بعد تی سی ام بی رو وقتی این جمله رو کم میکنیم، تی سی ام بی رو بردیم، تی رو به دست میاریم یا معادلش فرکانس ها رو به دست میاریم، میتونیم بتا رو بخونیم. بتا رو خوندیم شده 600 کیلومتر بر ثانیه. و این 600 کیلومتر بر ثانیه جمع تمام سرعت هایی که وجود داره. زمین با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه حول خورشید داره میچرخه، خورشید با سرعت 200 کیلومتر بر ثانیه حول مرکز کهکشان راه شیری میچرخه، خود کهکشان راه شیری داخل یک گروه محلیه که توش آندرومدا و همه اون کهکشان وجود دارن، دارن به سمت یک لوکال اترکتوری میرن که سرعتش تقریبا 600 کیلومتر بر ثانیه است. یعنی جمع همه این سرعت ها نشون میده که این گروه محلی ما که شامل آندرومدا است، میلکی وی و کهکشان های ال ام سی، اس ام سی و کوتولا دارن با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه به سمت آسمون دارن میرن. و همه این نتایج مهم فقط به خاطر نسبیت خاصی که داریم تو این کلاس یاد میگیریم. این قبول کنید، یعنی با نسبیت خاص این نتیجه مهم رو به دست بیارید. بفهم خب کاری که مردم میکنن اصولا وقتی که به اینجا میرسیم، وقتی شما با عددها سر و کار داریم، باید فیت انجام بدیم. یعنی چی؟ نه اشکال نداره، نه گاما رو بذاریم، گاما رو بذاریم، فقط یه پارامتر بتا وجود داره. خب بعد شروع میکنن توی برنامه های کامپیوتریشون ران کردن. یعنی شما یه تی ابزرویشن داریم و یه دونه تی تئوری داریم. خب هر وقت که تی ابزرویشنتون نزدیک تی تئوریه، میتونین روی پارامتر آزاد مسئله قید بذارین. این کاریه که دارن میکنن. فرض کنید که ببین چه مسئله، فرض کنید مثلا من یک سری نقطه دارم، میخوام بهترین پارامترها رو حساب بکنم. خب معادلهای خطای متفاوت مثلا رد میکنم، هر جا که مینیمم اختلاف وجود داشته باشه بین داده رصدی و داده تئوری ما، میگم این بهترین خط، توش پارامتر آزاد فیت میشه. این کارو میکنم، واقعا نمیان گاما رو یک بگیرن. بله آره آره، این با اتر فرق داره، این با اتر فرق داره، ولی یه دستگاه مرجع. اتر قضیهش اینه که تو همه جا وجود داره، خب و محیطیه برای انتشار نور. به خاطر همین میتونیم آزمایش مایکل سوموری رو انجام بدیم، تست بکنیم این نظریه درسته یا نه. یعنی یه مرجع لختی که تو کل دنیا وجود داره، ولی سی ام بی چیزی شبیه یک دستگاه مرجع لختیه که تو یک جای نشسته، تو همه جا نیست، توی 300 هزار سال بعد از مهبانگ تو اونجا نشسته. خب و به نظر میرسه که یک دستگاه لخته، به این معنا که میتونیم سرعت خودمون نسبت به اون بسنجیم. این با اتر فرق داره، یعنی دستگاه مرجع مطلق نیست، اتر دستگاه مرجع لخت مطلق، یعنی تو همه جا وجود داره. تو همه جا هستن. خب یعنی این فوتونا فرض کن یه باکسیه که خود کیهانتونه، فوتونا همه جا وجود دارن. خب و این باکس داره بزرگ شده، انرژیشون کم شده و همه جا تو همه جهت ها وجود دارن، ولی شما تو یه جایی نشستین. خب اگه کیهانتون اون فرض همگنی و همسانگری رو داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کجای آسمون قرار داشته باشه، هر جا که قرار بگیرین از همه سمت بهتون فوتون میرسه.
خب اون مرز کلی که میگم اون زمانی که فوتونا جدا شده، یعنی فرض کنید توی یک باکسی قرار دارین کاملا مه، اینا نمیتونن خارج بشن، باکس به اندازه‌ای که بزرگ شد این فوتونا راحت میتونن هر جهتی که میخوان برن. خب بعد از یه جای دیگه شما یه جای وجود دارین دیگه، یه جای ایستادین که اکشن خودتون، وقتی به آسمون نگاه میکنین میبینین که از اون زمان به خاص از همه اطراف داره فوتون بهتون میاد، ولی این به معنای این نیست که همه فوتون اینجوری دارن میان، تو همه جا وجود داره. آره اگه ترمودینامیک نسبیتی رو تعریف بکنیم باید حواستون باشه که از چه انرژی استفاده میکنید، انرژی آزاد گیبس استفاده میکنید، آنتروپی رو چطور تعریف میکنید، گرما رو چطور تعریف میکنید، و این همه چالشی بوده که سر تعریف تبدیل دما وجود داشته. ولی این خیلی یک چی میگن یه هینت خیلی مهمیه برای اینکه دما رو توی نسبت چطور تعریف کنیم. از جسم سیاه، یعنی جسم سیاه رو بلدیم تا به توضیحش به چه ترتیبیه، توی کلاس نشون دادیم که این کمیت لورنس ناورداست و از توش تونستیم دما رو به دست بیاریم. خب چرا صادق نیست؟ ناوردا نیست، یعنی تبدیل لورنس داره تبدیل میشه. خب شاید بشه این کار کرد. اصلا خب تو یه موجود پیچیده‌تری، موجود پیچیده‌تری به اسم تانسور انرژی مومنتوم وجود داره. بردار نیست. که دما میتونن مؤلفه 0 0 اون تانسور انرژی مومنتوم باشه. آره. خب خیلی مهمه دیگه، خیلی جالبه. بزن یه بار دیگه مرور کنیم ببین از کجای نسبیت استفاده کردیم. یعنی تمام درسی که تا الان دادیم همش توی این مسئله استفاده کردیم. اینکه اصول اگر نسبیت درست باشه شما باید برین سراغ تبدیلات لورنتز. پس رفتیم دنبال تبدیلات لورنتز. همیشه مسائلی که حل می‌کردیم این بود که یکی توی در ایستگاه ایستاده قطار با سرعت v داره حرکت می‌کنه. خب مثل اینکه توی کیهان یک دستگاه لختی وجود داره که این دو تا دستگاه لخت یکی CMB و یکی خود ما هستیم که می‌تونیم با سرعت ثابت نسبت به اون حرکت بکنیم. پس می‌تونیم تئوری نسبیت رو اونجا چک بکنیم. پس این قدم دوم. اثر بعدی که اندازه‌گیری کردیم اثر اینه که اثر تعریف چاربردار مکان، چاربردار سرعت و چاربردار تکانه بود که تعریف کردیم. بعد رفتیم سراغ فوتون‌ها، گفتیم موجودات بدون جرمن، بعد مومنتومشون رو دقیق تعریف کنیم. مومنتومش از مکانیک کوانتوم تعریف کردیم، اچ بار در اومگا و کی. وقتی پی رو تعریف کردیم تونستیم اثر دوپلر رو به دست بیاریم. اثر دوپلر رو که استفاده کردیم تونستیم چیکار بکنیم؟ فرکانس رو توی دستگاه اس و اسپریم اندازه‌گیری کنیم. بعد دیدیم که این طیف تابش پرزمینه کیهان یه اثر طیف جسم سیاه است. اومدیم توی جسم سیاه دنبال کمیت‌های لورنتز ناوردا که توی نسبیت مهمن رو حساب کردیم. این رو تمرین توی ذهنتون داشته باشین. نشون دادیم که این کمیت شدت تقسیم بر فرکانس به توان 3 یه لحظه لورنتز ناوردا است. با استفاده از اون تونستیم دما رو تبدیل لورنتزش رو به دست بیاریم. رفتیم تو آسمون نگاه کردیم، تونستیم سرعت خودمون رو نسبت به سی ام بی به دست بیاریم. این تمام داستانیه که تا اینجا درس دادم. یک شنبه که امتحان دادیم بعد میریم سراغ فرمولای لاگرانژ. برای یک شنبه هم نگران نباشین، فقط چیزایی که مطالبی که توی کلاس گفته شده بخونید، نگاه کنید و یک کمی هم زحمت بکشید.